بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همگی دوستان بخیر باشه. اما بحثی که بنده امروز خدمت شما هستم، یک صحبت از یک مجموعه صحبت هاست که در طی دو سال اخیر ارائه شده و این جلسه جلسه پنجم از این مجموعه عرایض هستش و سعی کردم در طی این دو سال گذشته توی جلسات مختلفی که کنگره‌های مختلفی که بوده این مباحث خدمت دوستان عرض بکنم پله پله و سعی کردیم که همین جلسات رو ضبط بکنیم و توی سایت مکتب خونه بذاریم. به خاطر همین اونایی که علاقه من هستند جلسات قبلی این سلسله صحبت‌ها رو میتونن اونجا پیدا کنن تحت عنوان لذت دانستن و اونجا پله پله راجع به این صحبت کردیم در جلسات مختلف که اساساً یک کار علمی چطور شکل میگیره، چطور یک ایده پژوهشی شکل میگیره، چطور یک ایده پژوهشی تبدیل به یک محصول پژوهشی، یک بسته کوچک از یافته ها و دانسته ها میشه و بعد این بسته کوچک از یافته ها و دانسته ها چطور در نهایت به یک کارکرد منجر میشه. راجع به اینها مفصلا صحبت کردیم. یکی از اون جلسات من راجع به این صحبت کردم که چه اشتباهاتی یک ساینتیست میتونه بکنه و به طور خاص اشتباهات خودم رو اونجا راجع به صحبت کردم، همه اشتباهات بزرگی کردم و ادامه هم داره البته اشتباهاتی که داره آدم میکنه، هرچی بالاخره تجربه بیشتر میکنه میگه که مینه که چقدر قبلا اشتباهات جدی داشته و راجع به اون اشتباهات مفصلا صحبت کردم در یک جلسه. اما این چیزی که این جلسه میخوام راجبش صحبت بکنم راجب اصول اخلاقی یک پژوهشگر، یک دانشجو، یک دانشمند، یک دانشور، یک کسی که با بالاخره تولید دانش در تعامل و تماس باید رعایت بکنه و به نظرم بی نهایت مهمه. باور دارم که این اصول اخلاقی بی نهایت تعیین کننده است برای اینکه یک فرهنگ درست از طول دانش شکل بگیره و آدم هایی که تو اون فرهنگ و تو اون بافتار دارن فعالیت میکنن رشد کنن و پله پله چهره های درخشان و درخشان تری در این حوزه بشن و خدمات و برکاتشون به همه برسه. باور دارم که اگر این فرهنگ و این بافتار مناسب فرهنگی وجود نداشته باشه در نهایت کارها و تلاشهایی که افراد در فضای تولید علم میکنن به بیراهه خواهد رفت. اگر بخوایم عملکرد مغز انسان رو به سه تا عملکرد اصلی تقسیم بکنیم به نظرم این ستهایی که روی تابلو شما دارید میبینید ستهای اصلی هستن. عملکرد اون قرمزه یعنی این که چی میشه که حال اون بد میشه، آبیه چی میشه که حالمون خوب میشه و سبزه اینه که چطور این حال خوب یا بد رو مدیریت میکنی. عملا این ستها شاید یه چیز حدود 70-80 درصد مغز انسان رو اشغال میکنه و جالبم اینه که به نظر میاد که اون قسمتی که حال مغز حال شما رو خوب میکنه پیچش با اون قسمتی که حال شما مغز شما رو بد میکنه یا حال شما رو بد میکنه متفاوته. یعنی دو تا سیستم و دو تا سامانه متفاوت وجود داره، هرچند که اینا با هم دیگه دارن تعامل میکنن. از این چارچوبه یکم میخوام استفاده بکنم امروز و تو این چارچوبه یکم صحبت بکنم و عرایضمو تو این چارچوب خدمتتون ارائه بکنم. هرچند که این چارچوب رو میشه توسعه داد و اجزای دیگه‌ای به این چارچوب اضافه کرد و به نظرم خوبه که به این اجزا هم یه دقتی و یک نگاهی داشته باشیم. از جمله این که اگر دقت بفهمید رنگ ها همون رنگ ها هست ولی ما میتونیم حد فاصلی بین این شاخص های اصطلاحاً اپتیتیو و اورزیو ایجاد بکنیم. اون چیزی که پردازش های غیر هوشیار رو میتونه شامل بشه و عملاً ارتباط این دو سامانه رو با همدیگه برقرار بکنه. بعضی ها باور دارن که فرایندی به اسم اینتروسپشن رو هم در این بینابین ما میتونیم جا بدیم، عملا ارتباطی ایجاد کنه بین اون حال بد، حال خوب و اون سیستم های عالی تر شناختی و این رفت و آمد رو بین اینها میتونه شکل بده. اما فراتر از این به نظر میاد عملکردهای وجود داره که یک نگاه برتر و فراتر بر اون عملکردهای پایین دستی اجرایی داره و اونها به نوعی شاید به دو دسته قابل تقسیم باشن.
به عملکردهایی که بهش میگیم متاکاگنیشن و اون عملکردهایی که جنبه‌های ارتباط بین انسان‌ها رو فراهم می‌کنه. یعنی اون چیزی که به ما این امکان رو میده با یک نگاه برتر به آن چیزی که در مغز خودمون اتفاق می‌افته بنگریم، و اون توانمندی که ما اجازه میده که با یک نگاه برتر و آنچه که در مغز دیگران اتفاق میفته بنگریم. و هر دوتای اینها یک توانمندی عالی شناختیه، اینکه من بدانم در داخل مغز خودم چه اتفاقی میفته و حتی فراتر از آن بدانم که در مغز دیگران الان چه اتفاقی داره میفته و عملکرد مغز خودم رو متناسب با آنچه که در مغز دیگران اتفاق میفته تنظیم بکنم. خب بعض دوستان ممکنه که شناخت اجتماعی رو ابعاد دیگه هم بهش بدن، ولی به نظر میاد که عالی ترین سطح از اون چیزی بهش میگیم شناخت اجتماعی عملا اینه، این که بدونیم در شناخت دیگران چه اتفاقی الان داره میفته و چه پردازش هایی الان داره اونجا شکل میگیره و جلو میره. 10 تا اصل اخلاقی رو من میخوام راجعش صحبت کنم و یکی یکی به این 10 تا اصل اخلاقی بپردازم. خب اصل 1 که در اون چارچوب سگانه‌ای که خدمتتون گفتم، حال بد، حال خوب و مدیریت این حال بد و حال خوب، در اون قسمت حال بد داستانه و اون این پدیده بسیار مهمه که منی که در حوزه علم کار میکنم بپذیرم که کشف علمی با پذیرش درد همراهه. یعنی من بدانم که پیشرفت در این حوزه و ایجاد یک یافته ارزشمند بدون پذیرش این درد امکان پذیر نخواهد. اگه من این تصور رو دارم که این پیشرفت جدی علمی و این تولید ارزشمند دانش میتونه بدون این درد اتفاق بیفته، احتمالاً دچار یک خطا خواهم بود، برای اینکه تصور میکنم که با یک تلاش حداقلی من به این یافته میتونم برسم. به نظر میاد اون چیزی که ما بهش میگیم یک یافته ارزشمند علمی آنچنان در عمق پیچیدگی‌های مختلف نهفته شده که دست یافتن بهش به یک تلاش خیلی خیلی جدی نیاز داره. من یادم قبلا تو جلسات من میگفتم یافته علمی مثل یک رگه طلا تو یک معدنه، یعنی بعد شما خیلی تلاش بکنید به اون رگه طلا دسترسی پیدا کنید و خیلی خیلی از شما انرژی میبره. الان که یواش یواش جلوتر دارم میرم، به دوستان میگم که من تصورم بر این بود که مثلا یافته علمی یک طلای ارزشمنده باید به سختی پیدا بکنیم. الان باورم اینه که یک الماس بسیار ارزشمنده. یعنی یافته دقیق و ارزشمند علمی از اونی که ما فکر میکنیم فراوانیش کمتره. یعنی من فکر میکنم فراوانیش در حد مثلا رگه طلاست تو یک معدن، ولی الان باورم اینه که در حد یک رگه الماس در داخل یک معدن. یعنی فراوانیش از اونی که ما فکر میکنیم کمتره یافته دقیق علمی، و از اونی که ما فکر میکنیم ارزشش بیشتره. یعنی اگر من یک گزاره علمی، یک یافته کوچک که متقنه و واقعا یک اطمینانی در موردش وجود داره پیدا بکنم، به نظر میاد بیش از اون که افراد تصور میکنن این یافته ارزشمند خواهد بود. متاسفانه ما خیلی زیاد داریم که شبه الماس ها یا شبه طلاهایی تو این فضا تولید میشه، ولی اون چیزی که واقعا اتفاق میفته، یعنی من یه چیزی پیدا میکنم که مطمئنم واقعا این وجود داره، این ارتباط واقعا وجود داره، این ارتباط علی بین این مداخله و این اثر وجود داره، اگه من این کارو بکنم این اتفاق توی مغز انسان میفته، به نظر میاد تک تک اینها بیش از اون تصوری که ما میکنیم ارزشمنده. و این تصور که من در طول دوره علمیم قرار مثلا 5000 تا چیز جدید پیدا بکنم، این تصور درستی نیست. یعنی من ممکنه که در طی 40 سال، 50 سال، 60 سال کار علمیم 3 تا یافته ارزشمند داشته باشم، 5 تا یافته ارزشمند داشته باشم. و اینکه من فکر کنم خب من یه تز دکترا کار کردم، مثلا 4 ساله دارم کار میکنم، 6 ساله دارم کار میکنم، الان فقط یک یافته ارزشمند دارم و اونجوری که باید و شاید تولیدگر علم نبودم، این تصور باطلیه. اون یک دونه یافته ارزشمند الماسیه که قدرش رو باید اون گوهری بداند.
و واقعا اون کسی که گوهری هست اون قدر اون الماس رو میدونه. من ادیتور یکی از ادیتورهای این مجموعه ساینتیفیک ریپورت هستم، براشون کار چیز میکنم، کار حوزه مقالات حوزه اعتیاد و تصویر برداری مغزی و حوزه مشابه رو من توی مجله ساینتیفیک ریپورت میبینم که مجله خوبیه، تو مجموعه مجلات نیچر هست و مجله ارزشمندیه. یکی از دلایلی که اصلا قبول کردم با اون مجموعه شروع کردم کار کردن این مسئله بود که وقتی که اصول داوری رو بررسی در واقع ارائه میکنن، تو اون اصول داوری که اونجا وجود داره تاکید میکنه، میگه که نگاه کنید، ماجرا این نیستش که این بسته، این یافته علمی که توی مقاله ارائه میشه چقدر به درد میخوره. اصلا شما راجع به این فکر نکنید که این چقدر به درد میخوره، به خاطر اینکه خیلی وقتا چیزی که ما فکر میکنیم که به درد نمیخوره بعدا فهمیدن که اتفاقا خیلی هم به درد میخوره. تأکید بر اینه که شما ببینید که آیا پایه علمی و روش شناسی علمی و ابزارهایی که فرد استفاده کرده برای رسیدن به این یافته علمی کافی و دقیق بوده یا نه، آیا این یافته دقیقی هست یا نه. اگه یافته دقیقه قطعاً باید منتشر بشه، قطعاً باید بقیه این یافته رو ببینن، هرچند که ممکنه شما فکر کنید که این یافته کاملاً یه یافته بی ارزشه. تصور شخصی شما ممکن این باشه که این یافته کاملا بی ارزشه. و نقش ادیتور توی مجله اینه که کاری که من میکنم، این مقاله که میاد تصمیم میگیرم، میگم مثلا برای استاد داور میفرستم، داوری اینا رو جمع میکنم و برای استاد داور اینا در حال تصمیم میگیرم که مقاله چاپ بشه یا تجاب نشه. و من به عنوان ادیتور باید به این فکر بکنم که نه اینکه داورها گفتن که این مثلا به درد میخوره به درد نمیخوره، نکته اصلی اینه که بعد از نظر علمی این کار درست انجام شده باشه. یعنی شما این کار از نظر علمی درست انجام بدید و دقیق انجام بدید، اون چیزی که پیدا میشه قطعا ارزشمنده. ممکنه امروز من ندانم که این به چه درد میخوره، ولی قطعا در یک روزی این پیدا خواهد شد و از این یافته یه بخشی از اون پازل رو پر خواهد کرد. چرا؟ چون در نهایت ما داریم پازل خلقت رو داریم تحلیل میکنیم و هر تکه‌ای از این پازل بزرگ، بعضی وقتها شما اینا که از این پازل‌های خیلی خیلی بزرگ مثلا 10,000 تکه حل می‌کنن، یه قطعه‌ای وجود داره که به نظر قطعه خیلی بی‌ارزش، یعنی مثلا فقط آبیه، مثلا میگن این قطعه فقط آبی، در حالی که بعضی قطعه‌ها هستن که خیلی چیان مثلا خیلی اجزا دارن، چون بر اساس اون میتونیم بگیم که به نظر این قطعه ارزشمندتر از اون قطعه آبی است، ولی در نهایت می‌بینید که اون قطعه آبی خیلی تعیین کننده تر میشه در اون پر کردن اون پازل بزرگ. به خاطر همین بعد میخوام به این تاکید بکنم و دقت دوستان جلب بکنم که سختی باید کشید برای چیز بسیار کوچک، ولی به دقت اون کار باید انجام بشه، برای اینکه در نهایت دقت و کیفیت که تعیین کننده ارزش کار خواهد بود. و میخوام تأکید بکنم که اون یافته ممکنه این باشه که اونجا چیزی وجود نداره. یعنی یافته حتما این نیستش که من رفتم اونجا و یه چیزی بود اونجا. یافته ممکنه این باشه که من اینجوری رفتم اونجا، چراغای مختلفم برده بودم، تا اون کوچه رو نگاه کردم، قطعا تا اون کوچه چی نیست. خب نه اینکه مثلا یه دونه از این چراغ قوایی که مثلا انقدر کوچولو رفتم مثلا تایی اتوبانی اینجوری هم کردم چیزی نبود برگشتم، نه، واقعا چراغای کافی بردم و با یک قطعیت منطقی، با یک پاور مناسبی، با یک توان تشخیص مناسبی رفتم و اون توان نگاه کردم و واقعا چیزی نبود و برمیگردم و میگم اون ته چیزی نبود. این چیزی نبود هم خیلی خیلی مهمه. فقط مهم اینه که من اون چیز نبود رو به دقت بنویسم و توضیح بدم با چه روشی اینو انجام دادم. به خاطر من همیشه به دانشجو میگم شما مسئول قسمت ریزالت مقاله نیستید. شما مسئول قسمت متدید. اینکه تو ریزالت من هیچی ندارم اصلا نگران کننده نیست. اینکه دانشجوی نگران باشه بگه که من هیچی تو ریزالت هم نیستش، اکثرا این شکلی البته ها، یعنی میگن طرف میگه من این همه زحمت کشیدم میگم تهش چیه نیستش. خب طبیعی متاسفانه این شکلی الان جد در جریان علمی، اگه شما یه چیزی پیدا بکنید خب توجه بیشتری جلب میکنه، ولی حقیقت اینه که پیدا کردن هیچی هم اگر روش علمی درست باشه باز هم خیلی ارزشمند.
قطعا خیلی ارزشمنده و قطعا باید اینو چیکار کنیم؟ منتشر کنین و به اطلاع دیگران برسونین. پس این شد یک اصل اول، من آمادم که درد رو بپذیرم. خب اسلاید دارم داریم. اصل دومی که وجود داره و به نظرم باز اصل بی نهایت کلیدیه اینه که من بپذیرم که در فضای علم فیلر خیلی زیاد وجود داره. خیلی وقتها اتفاق میفته که شکست اتفاق میفته. شکست در سطوح مختلف ممکنه وجود داشته باشه. شکست یه وقتی در طراحی یک مطالعه است، شکست یه وقتی در گرفتن بودجه پژوهشی برای یک مطالعه است، شکست یه وقتی در اجرای یک مطالعه است، شکست یه وقتی در پیدا کردن اون چیزی که دنبالش هستمه، شکست یه وقتی در انتشار نتایج اون مطالعه است، شکست یه وقتی در تحلیل‌های بعدی نتایج اون مطالعه است. و من باید بپذیرم که یک شکست وجود داره و دوم این که در مورد شکست هام صادق باشم. یه وقتای اتفاق میفته که من اون تیکه اولو انجام میدم، یعنی درد رو میپذیرم، خب درد شکست رو میپذیرم و سخت کوشی هم میکنم، ولی شکست هام در اختیار دیگران قرار نمیدم. خب یعنی اتفاقی که میفته اینه که هر وقت چیزی پیدا میکنم، واه پیدا کردم، به دیگران میگم و اینها، هر جایی که خرابکاری میکنم یواش یواش چیکار میکنم؟ فرش میزنم بالا، میزنم چیه؟ زیر فرش، کسی متوجه نمیشه. در حالی که خیلی وقتها این شکست ها خیلی خیلی ارزشمنده برای اینکه دیگرانم بدونن. خیلی وقتها اشتباهه، یعنی من یه کاری میکنم و اشتباه که اصلا از اول یک اشتباه بزرگ کردم. خب و در طراحی کارم اشتباه بزرگ کردم. گزارش این اشتباهات و شکست ها بی‌نهایت کلیدیه. این مثال ساده ترش شاید اینه که خیلی وقتها ماها وقتی که یه چیزی رو میبریم به دیگران اطلاع میدیم. خب وقتی من یه گرانت پژوهشی میبرم و ایمیل میزنم میگم خب مثلا من یه گرانت اینجوری مثلا اینقدی بردم. خب یه سری برای دوستان دانشجو من همین کار کردم، شروع کردم اینهایی که ریجکت میشه رو فرستاده. خب اینو زدیم ریجکت شد، اینم زدیم ریجکت شد، اینم زدیم ریجکت شد، یعنی فقط ایمیل ریجکشن برای بچه‌ها میفرستم. ببینید که اصلا چند تا ریجکشن من در هفته به طور متوسط میگیرم، مقاله، طرح پژوهشی، چند تا ریجکشن از همکارانم، چقدر به کسی میگم تو رو خدا کمک کن، کمک نمیکنه. یعنی دنیایی از این ریجکشن ها در اطراف ما وجود داره، ولی متاسفانه من فقط مثبت ها رو میگیرم و گزارش میکنم. و الان یک چالش اصلی فضای مجازی هم همین داستانه. یعنی ما تو فضای مجازی فقط چیکار میکنیم؟ فقط پیشرفت ها. و بعد هم هممون با یک جمع بزرگی در تعاملیم، مثلا تو شبکه اجتماعی 2000-3000 نفر آدم قرار دارن، با اون 2000-3000 نفر هم هر کدوم در سال دو تا پیشرفت داشته باشن، یعنی روزی 7-8 تا پیشرفت دیگران گزارش میکنن و شما در انتهای هفته یکم فکر میکنید میگی I'm such a failure. خب یعنی فکر میکنید من چیم؟ من چه بدبختیم که این هفته من هیچ کاری چیه؟ یه چیزی مثلا داشتم میخوندم آخرشم نفهمیدم هفتم چی شده؟ تموم شده. خب این دقیقه اتفاقیه که میفته الان. خب و این اتفاقیه که الان در زندگی همه ما هم میفته. یه استادی همین چند وقت پیش توییت زده بود، از استاد خیلی درجسته و اینها، جمعه ای بود ایمیل زده بود که من واقعا از همه تشکر میکنم که هیچ مقاله خوبی این هفته کسی جای چاپ نکرده بود و هیچ پروژه هیچ کس نگرفته بود و من واقعا تونستم در انتهای این هفته یک نفس راحت بکشم بدون اینکه کسی توییت کرده باشه که من فلان چیزو بردم. لطف کنید هفته آیندهم چیزی نبرید و چیز خبر خوبی ندید که من بتونم یه هفته دیگه هم با آرامش زندگی عادی خودم انجام بدم. این حقیقتیه. یعنی این جهتگیری های شبکه های اجتماعی اذیت کننده است برای همه ما. برای من اذیت کننده است، برای بالاخره آقای دکتر دوستان دیگه هستن که نه بالاخره توانمندی های روحی خیلی بالایی دارن و اصلا تحت تاثیر این ضربات قرار نمی گیرن، ولی این حقیقتیه که وجود داره. و جالبه که بدونید، میدونید در امریکا در سالهای اخیر در بین نوجوانان و جوانان نرخ خودکشی در حال افزایش به شدت
و تحلیل های مختلفی راجعش وجود داره، اما به نظر میاد یکی از دلایل اصلیش همین جهتگیری شبکه‌های اجتماعی. یعنی من آن چیزی که در شبکه اجتماعی میبینم فقط گزینشی از اتفاقات مثبت، و برخلاف اون تصوری که وجود داره اتفاقات مثبت برای دیگران در اکثر مواقع برای مغز من اتفاق منفی، به خاطر اینکه من در نهایت خودم رو با اونها مقایسه میکنم و میگم من چه بدبختیم. خب در حالی که کاملا یک خطای شناختیه. دقت بکنیم در فضای علمی ما مقدار زیادی شکست داریم و هر چی شما جایگاهتون میره بالاتر شکستاتون هم بزرگتر و بیشتر میشه. خب مثلا من گرنت 500,000 دلاری فیل میکنه، رئیس مرکزم گرنت مثلا 20 میلیون دلاریش فیل میکنه. خب و بعد من مثلا هر 10 تایی که میفرستم یکی فیل میکنه، 9 تاش فیل میکنه، اون مثلا هر 20 تا 30 تایی که میفرسته 29 تاش فیل میکنه. یعنی این قاعده بازیه. یعنی اگه شما دارید ضربه بیشتر میخورید احساس کنید که دارید در یک میدان بزرگتری و قویتری دارین بازی میکنید. هر چقدر اون میدان رو برین بالاتر، هر چقدر اون میز بازیتون رو سخت‌تر بگیرید، ضربه‌ای هم که می‌خورید بیشتره. و بعد ببینید که آمادگی ضربه، اگه یعنی وقتی ضربه‌ای بزرگتر می‌خوره میگه اوه بس معلومه که من چیه، وارد بازی بزرگتری شدم. خب و آمادگی برای این ضربه‌ها داشتن یک، و بعدم گزارش صادقانه شکست‌ها و در اختیار دیگران قرار دادن. این که من گرند پژوهشی فرستادم فیل شد، یعنی به جای اینکه تو پیج لینکدین تو بگی آقا من فلان کار خوب کردم فلان کار، اونایی که فیل شده آقا من فلان جا مقاله فرستادم ریجکت شد، فلان جا فرستادم تو 2 ساعت ریجکت کردن. یعنی تا فرستادم ریویور دادید که او سری مثلا چیکار کرد، مثلا فکر نکرد در نگاه اول چیکار کرد مقاله منو ریجکت، سرعت مثلا ریجکشن، مثلا من یه کار گرفتم مثلا تونستم در 2 ساعت یه چیزی بفرستم که در 2 ساعت ریجکت شد. خب اینا خودش چیه؟ جزئی از کاره، جزئی از اصول اخلاقی کاره. اگه ما میخوایم یک جامعه علمی، یک مجموعه علمی سالم داشته باشیم، یکی از اصولش این صداقته در گزارش شکست ها، در گزارش اشتباهات، در گزارش اینکه من یه مطالعه اینجوری مثلا کراس اوور دیزاین کردم، ای کاش نمی‌کردم، ای کاش پارالل دیزاین می‌کردم، پارالل دیزاین کردم، ای کاش کراس اوور، همه کارام کردم، دارم چاپم می‌کنم، چیزام میشه، ولی خودم خیلی باش خوشحال نیستم. اگه شما می‌خواید از اول شروع بکنید، این کارو اینجوری انجام ندید. همه ماها که درگیر کار علمی دقیق می‌شیم، اینها رو تجربه می‌کنیم. ولی چند تا از ماها اینا رو گزارش میکنیم. خانم پورتاگلوس که کار تز دکتراشون رو تو همین زمینه انجام دادن، اگه الان یه لیست بکنن از شکست هایی که خوردن، یه لیست مفصل دارن. ولی فکر میکنیم وقتی شکست هامون رو گزارش میکنیم، ارج و قلبمون چیکار میکنه؟ افت میکنه. یه جورایی خودمون رو زیر سوال میبریم و این سخته برام. و اینو بپذیریم که اتفاق نمیفته. خیلی وقتها همینه که هم سلامت روانی خودمون رو تضمین میکنه، هم سلامت روانی دیگران رو، و هم سلامت کارهایی که در این فضا میخواد انجام بشه. این بی نهایت کلیدیه. خیلی وقتا من بخوام سلیمانی این چالش رو داریم، همیشه ایشون مثلا میخواد مثلا میگه اوه این همه دو چیز کردیم، این مثلا 500 تا اسلاید من درست کردم، چرا چی در نمیاد؟ میگم عجله نکن، صبر کن. یعنی اصل کار همینه که بعد این معدن و کاوید و کاوید و کاوید، و ممکنه که مدت‌ها شما بکاوی و هیچی، و اصلا ممکنه شما در انتهای عمرتون بکاوی و هیچی نشه. و نکته کلیدی اینه که ارزش کار در کاویدنه، نه در یافتن لزوما. نکته سوم، من باید از کاویدن و یافتن لذت ببرم و رسیدن به این امکان پذیر قطعاً در طول زمانی. یکی از ویژگی‌های کار علمی در طول زمان، هر چقدر این رفت آمد بیشتر میشه، شما می‌بینید این عمق این اتصال بیشتر میشه. و واقعاً من دانش آموز که بودم، بدم این داستان رو ما داشتیم که میگفتن که یک عالمی بود، نظر میاد آقای زکریای رازی بوده، که وقتی فوت می‌کرده گفته که من چیه این رو بدانم و بمیرم. ابو ریحان بیرونی بوده.
ابو ریحان بیرونی میگه من بدانم و چیه بمیرم. خب واقعا این رو با اصلا فکر میکنی مثلا خب مثلا این احساس رو با تمام گوشت و پوست و استخون احساس کرده چیزه، یعنی که واقعا طرف میگه که آقا بذار اینم بدونم بعد بمیرم. بعد حفره هست میگه آقا بذار اینم بخورم بعد بمیرم. میدونی این گروه هم چیه داریم. خب ولی واقعا این که من این رو بدانم و بمیرم، یعنی که فرد اولویتش اینه که میگه آقا بذار این لذت هم ببریم، بذار اینم ببینیم این چی میشه مثلا. خب تو اون لحظه آخرم میگه آقا اینم بذار اینم ببینیم چی میشه. این لذت پایه کاره و این شکل میگیره. یعنی آدم هایی که شروع میکنن این مسیر رو دنبال کردن، چیزی نیست که من بگم در خودم ایجاد میکنم، در این تعامله انگار این اتصاله ایجاد میشه و بعد این آدم ها واقعا از اون یافتنه، چه یافتن خودشون چه یافتن دیگرانه. و گفتم خدمتتون که یافتنه لزوماً یافتن مثبت نیست. وقتی من کلی وقتا مقالات میخونم که منفیه و کلی از یافتهای منفی از شما بیشترم لذت میبرم جدیدن، یعنی مثلا به طرف میگه آقا رفتم میشه در نیومده، یعنی تقریبا یه جور شده که مقاله بیاد مثلا به گفته چی پیدا نکردم حتما من ریجکت نمیکنم، یعنی حتما چیه چه ریویور باشم چه ادیتور باشم سعی میکنم کمک بکنم که چاپ بشه. خب و لذت از این که یه چیزی کشف شده، اون چیزی کشف شده از کنم خدمت ممکنه چی باشه، کشف شده که چیزی اون تایم کوچه نیست، ولی همین هم یک لذت بی نهایتی داره. و این که من از این لذت ببرم و این یک لذت جدی باشه و بعد در این که از این لذت ببرم طبیعتاً باید چینش زندگیم رو هم بر این منطبق بکنم. داریم این مسیر رو داریم با هم پله پله دنبال میکنیم. از نگاتیو رینفورسمنت، جنبه های نگاتیو شروع کردیم، جنبه های پازیتیو رو داریم میگیم و رسیدیم به نکته چهارم. نکته چهارم ماجرای پوله، تعامل علم و پول، این دانش و ثروت، علم بهتر از ثروت. خیلی هم به نظر میاد نخنماست ماجراش، ولی باز به نظرم جا داره راجعش فکر بکنیم. یه شانسی که من داشتم توی سالهای اخیر و دنبالش هم همیشه بودم این بوده که با آدمهای جدی علمی بچرخم، یه فرصتی پیدا کنم مثلا با یک کسی که جایزه نوبل برده مثلا بریم یه مثلا چای بخوریم، مثلا یه شامی باش بخوریم، نونی مثلا همینجور کنجا واسطه کنار واسطه مثلا یکم نزدیکتر مثلا بهش باشیم، مثلا در فاصله مثلا دو متری آدمی که جایزه نوبل برده مثلا من بودم مثلا اونجا یه دو ساعتی واسطه دارم چی کار داره میکنه اصلا، خب چطور با دیگران داره تعامل میکنه. خب به هی این کنکاش که این رفتارها چطور شکل میگیره. اگر دوستان جلسه دیروز رو بودن، آیه دکتر جامعی یک عکسی از کاخال نشون دادن تو آزمایشگاه خودش. خب حتی شما برمیگردید این آدم‌ها رو عکس‌های قدیمیشون نگاه می‌کنید، می‌بینید مثلا چه لباسی طرف پوشیده. یا حتی من یه تجربه جالبی که دارم اینه که میرم می‌بینم آقا میز کارش بعضی‌ها میز کاراشون رو نگه داشتن، میز کاراش مثلا چطور بوده، مثلا رو میز چه چینشی داره، چه چیزایی تو فضا نگه داشته. آدم می‌بینه که این آدم‌ها اتفاقا خیلی‌هاشون هم از نظر مالی وضع خیلی خوبی داشتن، یعنی به شدت به معنای متمول بودن، یعنی پول زیادی دستشون بوده خیلی هاشون، ولی ارتباطشون با پول از جنس یک رابطه عاطفی نبوده هیچ وقت. کم من دیدم آدم هایی هم که یه جورایی هدف اون بوده، در کنار این که خیلی وقتها یعنی طرف میدیم مثلا میلیاردها میلیارد پول دستشه ولی خیلی ساده زندگی میکنه، خیلی ساده زندگی میکنه، به این معنا که مثلا میبینید که میگه من یک کلازت دارم اینقدر و 10 تا لباس توش دارم و اگر بخوام یه لباس جدیدی بخرم حتما باید یکی از اون قبلی‌ها رو دور بندازم یا به کسی بدم و هر وقت میخوام چیز جدیدی بخرم میدم کدوم یکی از اون 10 تا رو میخوام دور بندازم. خب
و فکر میکنم ببینم کدوم یک از اون 10 تا رو میخوام، دوربین عکس جدیدی میخوام بخرم. مثلا واقعا تو باز این جمع های چیز، خب این فضای خریدن در فضای امریکایی خیلی پررنگه، این نمیدونم سایبر مانده و بلک فرایدی و فلان. من ندیدم تو این آدم هایی که من دور برای خودم دیدم کسی مثلا بگه من بلک فرایدی میخوام برم فلان. یعنی این نوع ارتباطی که با مادیت بیرونی وجود داره و در کنار قضیه طرف میگیم مثلا 100 میلیون دلار تو آزمایشگاهش پول داره و هر کاری بخواد با اون پوله انجام میده و امکانات خیلی، یعنی پول خیلی خوبه و طرف میبینی که هنوزم داره اقدام میکنه که مثلا یه بودجه مثلا 100 میلیون دلاری دیگه هم بگیره، اونم بگیره اون، یعنی امکانات این شکلی طبیعتاً رشد دانش با این امکانات شکل میگیره و جذب این منابع طبیعتاً ارزشمنده. یعنی من اتفاقا به افراد تاکید میکنم، میگم اتفاقا دنبال پول باشید، پول بیارید، منابع مالی داشته باشید، منابع مالی رو گسترش بدید، دنبال این که از این کارا چطور میتونید درآمدهای جدید ایجاد بکنید، کدوم یکی از این کارا رو میشه در اختیار سازمانهای دیگه گذاشت که اونها منابع مالی در اختیار شما قرار بدن. دنبال منابع مالی بودن هیچ اشکالی در فرآیند علمی نداره، اتفاقا خوبه که یک آزمایشگاهی و یک مجموعه منابع علمی، منابع مالی مناسبی داشته باشه. ولی اینکه طرف فکر بکنه که مثلا این ماشینه یا اون ماشینه، یا این به نظر میاد که خیلی از اونی که ما تصور میکنیم کمرنگ تره و هر چی آدم ببینه باز افراد هی بالاتر و بالاتر تو رتبه رفتن، اونهایی که خیلی بالا هستن ببینید واقعا اتصالاتشون به این مسائل خیلی 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 محدوده. نمیشه، انگار دوتا عشق در یک دل انگار جا نمیشه و اون رو هم میخواد برای اینکه در نهایت منابع ایجاد کنه برای اینکه اون جریان علمیه شکل بگیره و جلو بره. پس میخوام بگم، تأکید بکنم که مهمه جنبه های مالی قطعا، ولی چطور این رابطه شکل بگیره و این رابطه چه شکلی داشته باشه طبیعتا کلیدی خواهد بود. لایه بعدی لایه ارتباطات، اون جنبه تعاملات اجتماعی با سی من دارم نشون میدم، کانکشنه. در یک فرهنگ درست علمی آدم ها به شدت سخاوتمندن در فضای علمی، به شدت از دانشجوانشون حمایت میکنن و بی نهایت نسبت به اساتیدشون قدردانن. جالبه که تو فرهنگ دینی ما حتی تأکید شده که شما میتونید حرفهایی بزنید که واقعیت نداره، یعنی یک واژه مناسب فارسی هم داره براش، چی؟ قلوف کنید. دقیقاً قلوف بکنید در دو تا رابطه، یکی رابطتون با پدر و مادر، این چیزهایی بگین که وجود نداره، و یکی در رابطتون با استاد، یعنی بگین که مثلا دیگه این که شما گفتید دیگه آخرش بود دیگه اصلا، در حالی که واقعا آخرش هم ممکنه نبوده باشه. هم در مورد پدر مادر تاکید وجود داره که قلوف بکنید و هم در مورد اساتید. خب و این رابطه، رابطه کلیدیه. ممکنه همه ماها پیچیدگی‌های در رابطه با اساتیدمون داشتیم، بالاخره همه ما انسانیم دیگه، همه ما نقاط ضعف داریم، یه جاهایی از یک کاری میتونیم بکنیم ولی از یک کاری بیشتر ممکن نتونیم انجام بدیم. خب و همه ما محدودیم در همه محدودیت‌های مادی که جسممون و محیطمون داره به ما تحمیل میکنه. یعنی این باور که من سخاوتمند باشم، سخاوتمند یعنی چی؟ یعنی من هر چی دارم در اختیار دیگران قرار بدم. فکر نکنم که اگه من اینو به دیگران یاد دادم، اگه من متدی که بلدم به دیگران یاد دادم، اگه روش آنالیزی که بلدم به دیگران یاد دادم، اگر این نرم افزار جدیدی که یاد دادم پیدا کردم، اگه مقاله جدید جالب پیدا کردم به دیگران گفتم، اگر این فول تکست این کتابی که پیدا کردم به در اختیار دیگران قرار دادم، من از دیگران عقب میفتم. هر چی به دیگران دادید اون بهتون اضافه میشه. و من در همه این 20 سال اخیر که درگیر کار علمیم با قطعیت و یقین این رو با اطمینان میگم که در مورد هر کسی دیدم که سخاوتمند بوده، دانشجو بوده، استاد بوده، هر کی بوده رشد کرده، و هر کسی که سخاوتمند نبوده
اونجوری که باید و شاید پیشرفت نکرده. سخاوتمند در حدی که یکی پیدا کنم، آقا من چیزی پیدا کردم اینو به تو بدم، نه اینکه مثلا یکی بی از من بخواد، نه من آدما رو پیدا کنم و به زور بگم آقا مثلا یک کتاب پیدا کردم عالیه تو هم بخون، من خوندم خیلی جالب بود مثلا، خب یا تو من نرسیدم بخونم ولی تو بخون مثلا، یا من نفس رو پیدا کردم، این لینک رو پیدا کردم، این کانال یوتیوب رو پیدا کردم، این نمیدونم چی پیدا کردم، شما هم ببینید مثلا این جالبه. این سخاوت بی نهایت تعیین کننده است در فضای علمی، و هر کسی سخاوتمند باشه رشد میکنه. من یه سری از برترین اساتید رو که الان توی ایران هستن میبینم، میبینم آدم های سخاوتمندی هم آقای دکتر حاتمی از جمله جالان هستن. سخاوتمندی خیلی خیلی مهمه، اینکه من آن چیزی که آن چیزی که در اختیارم هست در اختیار دیگران قرار بدم. یه سری شاخص وجود داره در پژوهشگر و آدم‌هایی که آدم باشون کار میکنه که من میگم این شاخص‌ها تعیین میکنه که کی آدم حسابیه. واژه آدم حسابی دقیقا و دقیقا تو فرهنگ غربی هم هست، میگن آقا این یه آدم حسابیه. یکی از ویژگی آدم حسابی بودن اینه که ببینید طرف وقتی با آدم کارم نداره یه احوال از آدم میپرسه، فقط وقتی ایمیل نمیزنه که گرفتاره، یه جای گرفته، سوالی داره، مشکل داره، یه وقتی ایمیل میگه حالت چطوره، مثلا تو وقت مثلا دلم تنگ شد، مثلا یه احوال بپرسم، شیدم فلان اتفاق افتاده، گفتم تبریکی بگم به شما. یه بنده خدایی که از استاد خیلی برجسته رو همین چند پیش دیدم، راجع به دانشجوی همینو میگفت، میگفت مثلا میگفت خیلی دانشجو خوبه، مثلا چه مثلا مقاله چاپ کنه، میگفت نه مثلا کارم که نداره زنگ ایمیل من میزنه مثلا. خیلی مهمه دیگه، یعنی یه اصول خیلی خیلی برجسته بود. شاخص این یه دانشجویی که میگفت دانشجوی خوبیه این نبود که میگفت مثلا 20 مقاله بعد من چاپ کرده، میگفت که حالا هم که رفته هر چند وقت چیکار میکنه، یه احوال از من میپرسه. و مهمه اینا، بی نهایت مهمه، بی نهایت مهمه که آدم حسابی آدم باشه. یک شاخص مهم آدمی حساب بوده و این بوده که اینه که آدم در ارتباط باشه، حتی وقتی با آدم های دیگه نیازی نداره. روزی فکر کنه من هر روز 5 دقیقه کارایی بکنم برای آدم هایی که بهشون نیاز ندارم. فکر کنم یه لحظه میکنم روز به کی نیاز ندارم اصلا؟ امکان نداره تو 50 سال دیگه بهش نیاز داشته باشم دیگه. خرم حسابی از پول چیه؟ گذشته که گذشته گذشته، امکان نداره دیگه مثلا گیرم اونجا بیفته، تو اون دپارتمان بیفته، به اون نفر یه ایمیل بزنم. دیگه آدم حسابی باشم. خب یعنی آدم حسابی بودن یعنی که شما کاری برای کسی میکنید که اون کس برای شما هیچ کاری نمیتونه بکنه، یا نمیخواد بکنه، یا یعنی شما کاری انجام بدید برای شخصی که احساس میکنید که، وگر اگه کاری داریم انجام بدید برای استادی که، یا برای کسی که کارمون گیرشه، که هنری نیست. شماره 7، کنگره‌ای که ما الان توش هستیم یک اینستیتوشنه، یک سازمانه، به معنای یک مجموعه ای از آدم‌ها و روابط که داره یک محصولی رو ایجاد می‌کنه. ما به این سازمان‌ها در فضای علمی نیازمندیم. کنگره یک سازمانه. مجله تازه‌های علوم شناختی یک سازمانه. مجله بیسیک اند کلینیکال نوروساینس یک سازمانه. این سازمان‌های علمی پایه یک محیط سالم فعال پر محصول علمی هستن. ما باید یک درصدی از وقتمونو صرف بهبود این سازمان ها بکنیم. بگیم آقا کنگره علوم اعصاب داره برگزار میشه، من چیکار بکنم که یه پله این بهتر بشه؟ مجله علوم اعصاب وجود داره، من چیکار بکنم؟ داوری بکنم، کمک بکنم، اصلا تماس بگیرم با سرده بگم آقا من یه مثلا میخوام یکم کمک بکنم، چیکار برای شما میتونم بکنم؟ توی سالونی که هیچ کس نیست، 4 تا استاد صحبت دارن میکنن، همون 4 تا فقط تو سالن هستن، میرم تو اون سالن میشینم حرفاشو گوش میکنم، هرچند که ممکنه حرفاشون اونقدرم جالب نباشه، یه 2 ساعت اصلا یه چیزی گوش میکنم که به درم نمیخوره، ولی میرم سالن رو پر میکنم. حتی همین احساس که من برم سالن رو پر کنم که استادی که اومده اونجا نشسته ناامید نشه، یعنی اینقدر من تعهد دارم که حتی میرم یه فضای رو پر میکنم برای اینکه روحی دیگران حفظ بشه. این شرایطی که باعث میشه این مجموعه با هم رشد بکنه، با هم بهتر بشه، با هم جلو بره.
نکته هشتم، در فضای کار علمی تکرار پذیری بی نهایت کلیدیه. یعنی یافته علمی وقتی ارزشمند میشه که دیگران اون رو چکار کنن؟ تکرار کنن. من همین چند روز پیش دیدم ما یک کار کوچیکی کردیم، نشون دادیم که چه شاخصهایی تعیین کننده اینه که آدمی که داخل دستگاه امارای میره تکون بخوره. بعد دست خیلی ساده هم هست، یعنی اینکه وقتی داخل دستگاه امارای شما میرین چقدر فرد تکون میخوره؟ آیا مثلا اینکه فرد ایمپالسیف تر هست، ایمپالسیویتیش کمتره، باعث میشه که بیشتر داخل دستگاه تکون بخوره یا نه؟ چرا؟ چون تکون خوردن داخل دستگاه سیگنال رو جوری به هم میزنه که ممکنه یه سری از کانکشن‌ها تو مغز برقرار بشه. یعنی وقتی ما آنالیز داریم میکنیم فکر کنیم یه جایی به هم کانکتد، در حالی کانکتد نیست، یک نویزی ایجاد بکنه به سیستم. خب این منتشر شده مدتی پیش، ما با جزئیات اینو منتشر کردیم. همین چند روز پیش دارم یه مقاله اومده از تیم دیگه‌ای که اونا اومدن تقریبا مثلا نیمی از اون چیزی که ما داشتیم با نیمی چیز دیگه اضافه کردن و نشون دادن که دقیقاً اون چیزی که ما گفتیم کاملا درسته و کاملا اصطلاحاً رپلیکیت کردن اون چیزی که ما پیدا کردیم. و بی نهایت ارزشمنده وقتی که شما می‌بینید یک چیزی که شما پیدا کردین کاملا در یک بافتار دیگه هم داره، در یک فضای دیگه، در یک کشور دیگه هم داره کاملا عین همون تکرار میشه. یعنی اساس کار علمی تکرار شدنشه. اگر شما چیزی پیدا کردین دیگران تکرار کردن، اون وقته که ارزشمنده. شما از آخر میگین تو این زمینه مثلا 20 مقاله وجود داره، بعد 20 مقاله که نگاه میکنیم این هر 20ش مال یه آزمایشگاهه، مال یه گروه همش. خب این خیلی ضعیفه. چیزی قویه که 5 تا مقاله وجود داره ولی تو 3 تا جای مختلف دنیا انجام شده، هر 3 تا هم همین چیزو درآوردن. پس یافته علمی باید تکرار پذیر باشه. اما برای تکرار پذیری ما باید تکرار پذیری رو امکان پذیر بکنیم. یعنی من انقدر جزئیات از کار خودم در اختیار دیگران قرار بدم که دیگران بتوانند کار من رو رپلیکیت کنن. من بعد همه ابزارهایی که استفاده کردم در اختیار دیگران قرار بدم، همه جزئیات، همه ظرافت‌ها، همه اون پیچ‌های کوچیکی که انجام دادم و توی متد ننوشتم. و از اونی که ما فکر می‌کنیم این داستان مهمتر و مهمتره. حتی الان من بچه‌ها رو تشویق می‌کنم، میگم اسکریپت آنالیز خودتون رو، آنالیز خودتون رو اولا تو آر انجام بدید، کدهای آنالیز خودتون رو به همراه دیتابیس خودتون تو مقالتون بذارید که کسی بتونه مقاله بانک اطلاعاتی شما برداره، کد آنالیز شما برداره، دوباره ری آنالیز بکنه کار شما رو، یه چیز دیگر رو عوض کنه، یه چیز دیگر آنالیز بکنه. یعنی حتی تک تک اجزای آنالیزتون رو شست و رفته بنویسید و یه جایی بذارید. خودم کاری که دارم الان در مورد کار مختلف خودم انجام میدم. الان پیمان نیست اینجا، چند تا از کار خودمون رو کامل، کار سختی هم هست، ترتمیز کردن و شست و رفته کردن و پابلش کردن کار سختیه. اکثر ما هم یه جورایی میترسیم، میگم یکی از دوباره آنالیز بکنم، شاید چیه؟ من مثلا یک کم پیچوندم، بالاخره اونجا مثلا یه پی ولیو، مثلا یه متدی استفاده کردم که اون پی ولیو مثلا 0.0 مثلا 5.7 شده مثلا 0.0 مثلا 4.9 و گفتم آقا چیه این؟ سیگنیفیکنت. خب یعنی و این هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره که شما شفاف بذارید یه چیزی رو و اونجا یه جایی مثلا 500 همه شده باشه مثلا 51,000 مثلا یا 50. یعنی اون شفافیت هست که مهمه و اون فکر این که خب من این مقاله رو دارم منتشر میکنم، اگه کسی یه مقاله رو توی شهر دیگه خوند به چه چیزهایی نیاز خواهد داشت که این کار دوباره انجام بده؟ پرسشنامه منو میخواد، این متد رو میخواد، این جزئیات رو میخواد، این بانک داده رو میخواد. من همه اینها رو به عنوان اصطلاحاً ساپلمنتری متریال، چیزای ضمیمه مقاله بهش اضافه کنم و منتشر کنم با مقاله. نکته نهم، خیلی زیاد من میبینم دوستان مختلفی که با من تماس میگیرن، میاستم یکی از کلاسای ما رو شرکت میکنن، یکی از جلسات رو مثلا میانی دوره میان، علاقه مندم به حوزه علوم اعصاب، ولی چون عمق جدی در این فضا پیدا نمی کنند درگیر یه سری سودو ساینس میشن. الان هم زیاد شده از این شاخه ها و اینها در فضای شناختی به خصوص.
همزمان هم ادامهش نوشتم نسبت به ایده های جدید اوپن باشیم. یکی میگه آقا اصلا دنیاهای مجازی وجود داره، دنیاهای موازی وجود داره، چند تا پارالل دوم چیز وجود داره، سه مدلای پیچیده فیزیکی که الان وجود داره. اگه با سیستم شناختی ما با اون چیزی که تا حالا یاد گرفتیم نمیخونه، نگیم لزوما وجود نداره. ببین نداره، من مشکوکم، ولی یک اصطلاحاً اوپن مایندد اسکپتیکم، یعنی آدم مشکوکم به این داستان ولی آمادم بیایم تست کنیم. اگه شما فکر میکنید مثلا این مداخله اثر میکنه، اگه فکر میکنید مثلا نمیدونم هر روز تو بزنید پس کلی کسی مثلا یه اتفاقی براش میفته، باشه قبوله، بیایم تست کنیم، بیایم یه کار روش علمی، کار رندوماز دابل بلایند شوسروفتی انجام بدیم، بیایم اثر میکنه یا اثر نمیکنه. اگه شما واقعا فکر میکنید اثر میکنه، بیایم هم تست کنیم. من اوپن مایندد هستم ولی اسکپتیکم، ولی اسکپتیک شدن باعث نمیشه که جلو پروپوزال شما رو بگیرم، یعنی باعث نمیشه که من بیام و بگم که آقا من کلا به TDCS مشکوکم، هر پروپوزالی که میاد در فلان جا چون TDCS من چیکار میکنم؟ رد میکنم، میگم آخه این چه حرکتیه این؟ خب منم مشکوکم، ولی آخه رد کردن که کار درست نیست. ببین متدش درست یا نه، تاکید کن که متد درست انجام بده، ممکنه چی در نیاد، و تشویقش هم بکنه که هیچی در نمیاد چیکار کنه، گزارش بکنه. ولی اینکه من چون به این مشکوکم به این روش کلا هر نوع پروپوزال این شکلی می ریجکت میکنم، این کار درستی نیست. یعنی هم بجنگیم با سودو ساینس، هم آماده باشیم برای اینکه اگر ایده جدیدی هست ایده جدید رو بپذیریم و از ایده جدید حمایت بکنیم اگر با روش علمی درستی انجام بشه. آخرین نکته این که من باورم اینه که اگر من در فضای علم کار میکنم، کار من در فضای علم باید در زندگی من بازنمایی داشته باشه، در رفتار من با دیگران بازنمایی داشته باشه، در تعاملم با پدر مادرم بازنمایی داشته باشه، در تعاملم با همکاران دیگرم بازنمایی داشته باشه. یعنی اون کسی که دانشمنده، شما وقتی که توی بیرون هم میبینیدش، این رفتارش با آدمهای دیگه متفاوته. یعنی اون تلاش در فضای علمی در رفتارهای عمومی فرد هم یک بروز و ظهور جدی پیدا کرده، در تعاملاتی که با دیگران داره یک بروز و ظهور جدی داره. و عالی تر اینه که واقعا آن چیزی که من یاد میگیرم از آشنایی با مغز و آگاهی از آن چیزی در داخل اون اتفاق میفته به رفتارهای روزمره‌ام کمک بکنه، به من کمک کنه که خب فکر کنم که از اینه که یاد گرفتم چیکار کنم که زندگی خودم عوض بشه. میخوام وزن کم کنم، میخوام ورزش بکنم، میخوام عملکردهای بهتری در شناختهای در روابط اجتماعیم داشته باشم، همه اون ناکامی‌هایی که در زندگیم وجود داره ازش باهاش بهتر مدت بهتری رو ناکامی هام داشته باشم. چطور ممکن دانشمند من کمک بکنه؟ و این به نظرم بی نهایت در فضای علوم شناختی و حوزه علوم اعصاب میتونه اتفاق بیفته. یعنی من از آن چه که انجام میدم در فضای علمی بهره میبرم برای اینکه در آنچه که در زندگی روزمره‌ام اتفاق میفته مداخلاتی انجام بدم، در رفتارهام، در برخوردام، در تعاملاتی که با دیگران دارم و در تعاملاتی که با محیط و جامعه خودم دارم. امیدوارم این 10 تا نکته که خدمت شما عرض کردم، این 10 تا مطلب که حالا باز طبق روال گفتم خدمتتون ضبط کردیم در مجموعه سایت مکتب خونه خواهیم گذاشت، این مجموعه جلسات صحبت کردن در فضای فرهنگ دانشوری و فرهنگ کار علمی، امیدوارم که کمک کنه به همه اینا. همین هم که به شما گفتم به خودم قدم اول گفتم، یعنی همه اینها رو دارم زمزمه درونی میکنم و در تلاش میکنم که شاید این کارها رو خودم انشاءالله بتونم انجام بدم و قدم اول دارم به خودم میگم حقیقتاً،
و خودم تلاش میکنم، این چیزی که واقعا دوست دارم خودم هم انشاءالله بتونم انجام بدم، همه دیگران هم رو هم تشویق میکنم که اتفاق بیفته و امیدوارم که مجموع اینها باعث بشه که ما یک جمع علمی بسیار ثمربخشی برای خودمون و برای جامعهمون داشته باشیم. از توجهتون متشکرم.